بنزین تموم کردی؟ یه دفعه وایساد روشن نمیشه. خودم روشنت میکنم. حیفتو نیست سوار این لگم میشی؟ لگم چیزی که تو توش دنیا آمدی. این تو تش دنیا آمده جنیفه. باشه آیک بیری. مشکلی پیش آمده؟ هرچی استارت میزنم روشن نمیشه. از بدشانسی موبایلم هم اعتبار نداره. اجازه بدین. تفلک دیگه اون روشو کرده آخه آمروشو داده به ماشین شما. الو سلام، صبح شما هم بخیر. من همین پایین روبروی دفترم، به آقا شرکولا میگید بیاد پایین کارش دارم. سلام آرمان، چی شده؟ سلام آقا شرکولا، یه نگاه بکن به مشکل ماشین خانم چی. بعدم ماشین رو نوشت پارکه. بهتره شما بین تو دفتر دستورتون رو بشین. این جوان هستی من راحت‌ترم. ممکنه طول بکشه. عیبی نداره؟ چه عیبی؟ شما مثل دختر ما. همین ساختمون بغل طبقه پنجم واحد 12. من که مزاحم نیستم. آقای والا گفتن تا زمانی که ماشینتون درست بشه در خدمتتون باشه. تازه اومدین اینجا؟ کارگرها و رنگکارا که همین دیروز رفتن، هنوزم وسایل شرکت سفارش ندادیم. قرار دکوراسیون کنیم، لوازم بگیریم و بعدش هم بچهای دفتر بیان. سلام خانم رادمند. سلام. والا هست؟ بله خانم، بفرم. بفرمایید تو خانم. من زیاد وقت ندارم عزیزم. بله. سلام. بفرمایید اینجا. ممنون. آقای رادمنش، خانمتون اومدن. بله. بله چشم. فرمودن که... میدونم چی فرمودن. تا
همین الان تو دادگاه بودم. هرچی باهات تماس گرفتم موبایلت راه نداد. مطمئنم دستگاریش کردی که با هم حرف نزنی. خیلی ها با هم تماس گرفتن. ما امروز با وکیلمون قرار داشتیم. نگو که یادت رفت. وکیلمون یا وکیل شما؟ نیازی داره برای هر دومون کار میکنه. میشه بگه نیازی برای من دقیقا داره چی کار میکنه؟ حوصله بحث و مرافعه ندارم. دیگه ندارم. روک بگو. طلاق میدی یا نه؟ بگه بشین. قرارمون بود در کمال آرامش و با تفاهم. دیگه از این حرف حالم به هم میخوره. تو که ترک کرده بودی. بعد از طلاق شاید بتونم. آره من که نباشم همه چیز رو به راه میشه. خوبه که اینو فهمیدی. ببین مرجان، ازدواج یه عمل احمقانه بود. ولی تو برای این عمل احمقانه لحظه شماری میکردی. احمق بودم. حالا سر عقل اومدی؟ آره عاقل شدم. کاش تو هم بشی. سلام. تو دفترشم؟ آره کار تموم شده است. بعدن تماس میگیرم. آقای وکیل نگرانه. من قبل از ازدواجمونم تأکید کرده بودم بچه از هر چیزی برام مهمتره. یادت که نرفته؟ داره یادم میره. دیگه خیلی چیزا یادم نمیاد. هرچی که به تو مربوطه برام مثل کابوسه. کابوس یا رویات آخر عمرمون. من پدر سارا هستم و تو مادرش. پدر و مادری که هرچی زودتر از هم جدا شن به نفع ساراست. طلاق تنها نقطه مشترکمونه. طلاق میخوای که با نیازی بری شمال؟ آره؟ مزخرف نگو. خبر دارم رامسر برات یه ویلا خریده. من دنبال چیزی نمیرم. دارم از دست تو فرار میکنم. آره اما با یکی دیگه. یک جوقی نداشته باش. هنوز اسم من تو شناسنامته. اما تو قلبم نیست. دیگه هیچ نشونی از تو توی زندگی من نیست به جز سارا که ازت میگیرمش. اون دخترمه، حقمه. مطمئنی هنوز لیاقت مادریشو داری؟ دیگه سراغت نمیام. قرار ما باشه تو دادگاه آقای مهندس والا رادمنش. براشون احضاریه دادگاه میاد. حواست باشه بهشون برسونی. چشم خانم. یا تو خونه من برای سارا مادری میکنی یا هیچ جا. نمیذارم بچم زیر دست یه دلال لاشخور بزرگ شه. شنیدی؟ شما هنوز اینجا این؟ منتظر آقا شکرالله. این هم از وزای ما. اگه اجازه بدین من درستش میکنم. چی رو؟ دفترتونو. خیلی کارا میشه کرد. من نقاشم. کارم طراحی و دیزاین داخلیه. میتونید رو من حساب کنین آقای رادمنش.
چرا الان اومدی؟ پروازت امشب بود که. جواب منو بده، اینجا چه خبره؟ خبره خوب داره، آماده میشه. فقط یکم دیگه کار داره. ای کاش الان نمی اومدی. کار خودمه. هدیه است برای یه آقای موفق و مهربان خوشتیپ. خودت که ازش سر در میاری؟ کاملا. تو کلید اینجا رو گرفتی که دیزاین کنی، نه اینکه تبدیلش کنی به جات خالی بود. بخی جانیسی انگار هیچ کس نیست. تو رو خدا دیگه اینجوری نرو سفر. برای چی خونتون رو ترک کردی؟ چطور مگه؟ سه شب خونه نرفتی. کی این حرف رو زده؟ رفتی یا نرفتی؟ دو شب تو گالری خوابیدم، یه شبم اینجا. اما مادرت خیال میکنه هر سه شب اینجا بودی. حتی باورش نمیشه من این مدت ایران نبودم. تو باهاش حرف زدی؟ رو موبایلم پیغام گذاشته، 7-8 تا. چی میگه؟ تو اولین بارته که برای یه مرد کار میکنی؟ من همیشه برای آقایون کار کردم. خب پس مشکل مادرت چیه؟ خب آخه اولین باره که دارم با عشق کار میکنم. بعد مامان اینو فهمید، ازم پرسید مگه چقدر بهت میدن. گفتم هیچ قرار نیست بگیرم. واسه چی بی اجازه شماره بالا رو از تو گوشیم برداشتی؟ برای کارم باید از شما اجازه بگیرم. تو برای کارت از کی اجازه میگیری؟ سر کار بودم دیگه. چه کاری؟ طراحی، نقاشی. درسشو خوندم، مدرکشو گرفتم، کارم اینه. درس نقاشی خوندی یا عیاشی؟ مامان من عمر جوانیم نذاشتم که بچم سه شب بی خبر خونه آدمی باشه که از آقایی و والایی فقط اسمشو داره. حق نداری راجع به اون اینجوری حرف بزنی. اون از سن و سالش خجالت نمیکشه. تو چرا چشماتو بستی؟ تو که چشات بازه چی از اون دیدی که من ندیدم؟ اون زن داشته، طلاق داده. از کجا میدونی؟ تحقیق کردم. خب نگرانتم. پس بذار به تحقیقاتت اضافه کنم. یه بچه هم ازش دارم. چیز دیگه میخوای بدونی؟ آخه عزیزم، دختر گلم، یه نگاه به خودت بنداز. حیف تو نیست؟ من همچین توفهی هستم. ترمه جون، چرا با من لج بازی میکنی؟ میدونم دلت شوره چیو میزنه. مطمئن باش نمیذارم بهم نارو بزنه. نه من مثل تو هم، نه والا شبیه بابام. خیلی خوب، حالا نمیخواد اینقدر برای من کلاس بذاری. هنوز که خبری نیست، فعلا 50% تو حله. قیافت داد میزنه. 50% اونم حله، فقط به رو نمیاره. اینو تو داری میگی، باید دید تو دل اون چه خبره. ترم تو برای خونه و دفتر من خیلی زحمت کشیدی. اگرچه قابلیت رو نداره ولی چکت رو نوشتم دادم به خانم منشی. گرفتی؟ ولی من قرار نبود پول بگیرم. این قرار تو با خودت بود.
قرار من با خودم اینه که حق و زحمه دیگران رو تا ریال آخر بدم. فکر نمی کنی من یه ذره، یه سر سوزن با بقیه کارمندات فرق دارم؟ مادرت خیلی نگرانه. باز اسمس داده؟ نه، این دفعه با هم صحبت کردیم. خب میخواد منو ببینه. برای چی؟ تو در مورد رابطه‌مون، یعنی در مورد ارتباط کاری خودت با من به مادرت چی گفتی؟ هیچی، گفتم من برای آقای رادمنش کار میکنم، دفترشون رو طراحی کردم، راضین، ممکنه کار با آپارتمانشون هم بکشه. چی گفتی؟ نه ترس، منظورم طراحیه. تو باید عوض شی. گذشته های تلخ و رنجاور رو فراموش کنی. محیط اطراف حال و هوای تازه میخواد. بله، اما نه مشکلات تازه. مادر شما داره میشه یه مشکل. تو که قبول نکردی ببینیش. میتونستم بگم نه؟ 100 دفعه بهش گفتم تو مسائل خصوصی من دخالت نکن. اه، اون مادر توه، میفهمی چی داری میگی؟ منم 25 سالمه، چرا نمیفهمه؟ آخه بچه گربه جان، چنگ انداختن تنها راه ارتباط نیست. کی میخوای اینو بفهمی؟ اگه یه نفر تو این دنیا باشه که دلش برا تو بسوزه و دلشورت تو داشته باشه، مادرته، فقط مادرت. ولی من فکر میکردم اون یه نفر قرار تو باشی. خودتا ندوزیدنش. سلام. تبریک. ممنون، حسابی قافلگیرم کردی. همه چیز خوبه؟ عالی. اینا همه کار تو هم. تو بروشون که اینجوری نوشته. فوق العادم. تو که هنوز ندیدی. یکیشونو تو دفتر دارم. با سبک کار این خانم نقاش کاملا آشنا. چه خوب. من تو این تابلو رنگ بازی رو خیلی میپسندم. رنگ بازی نه، و بازی رنگ هم قشنگ معلومه این کارو نیستی. نیست اینایی که اینجا همه این کارن. ببخشید. الو. بله سلام. آم باشه باشه مادم، ازشون پذیرایی کن تو من برسن. متاسفانه من باید بری، عجله داری، دیرت شده. غیر از این بود تعجب میکردم. میبخشید خانم شیبانی. بفهمی همسرم مجذوب این اثرتون شده. این حفره تیرهی که تو دل این تابلوز به شدت تأثیر گذاره. اما تا اینجا که من میبینم این حفره نیست، دار بیشتر شبیه چتره. شما دیرتون نشه. با بره هوا شماست، شاید هم حفره است. با اجازت شما باشین به مشتریتون برسیم. بعدم چه جالب، چقدر تفسیرتون متفاوت از تصورات منه. فضا اتمسفر قبار گرفته است، اما بارقه های امید میشه. خاصیت نقاشی پست مدرن همینه. این نقاشی داره به ظاهر از سبک و شیوه کوبیست تبعیت میکنه، اما تأثیری که رو آدم میذاره تأثیر یک اثر کلاسیکه. درست میگم؟ جالب اینه که هر کسی بنا به تصور و احساس خودش با یه اثر هنری مثل این مواجه میشه. شما سرکار الیه توش یه حفره دیدین، منم میبینم، اما من این حفره رو تو دل خود صاحب اثر میبینم. عجب. یه حفره، یه سوراخ، منم همینو گفتم. حسه
بله سوراخ ولی خیلی تفسیر فرهنگی نیست. خصوصا اینکه یه عده زبونشون هم میگن میگن سوراخ خونه که دیگه اصلا خیلی غیر فرهنگیه. من این تابلو رو میخوام. چقدر باید تقدیمتون کنی؟ قیمت و کارشناسا 400 هزار تومان در نظر گرفتن. البته قابلی هم نداره. ببخشید جناب یه ذره دیر جون بدید. من این تابلو رو قبلا خریدم. خب من بیشتر میدم. 450 تومان. خوبه؟ فکر نمی‌کنم مزایده گذاشتن یه اثر فرهنگی اون کار قشنگ بشه ها. اجازه بدید خودشون تصمیم بگیرن. بنویسم چکشو. 500 تومان. اصلا 550 تومان. بری بالا میام بالاتر. میلیونی میشه شما توش میمونید. این چه طرز برخورده؟ ولش کن عزیزم. حالا که فکرشو میکنم میبینم اصلا به مبلامو نمیاد. مبلاتون بنفشه؟ بیشتر زرشکیه. این جنس یه لحظه تشریف بیارید خواهش می‌کنم. شما فقط یه لحظه تشریف بیارید. تابلو اینجا هستش درجه یک از اون سوراخام که می‌خواید توش هست. نگاه کنید خانم ببخشید این لحظه من. خواهش می‌کنم. چه فوق‌العاده. من اصلا خدمتتو عرض کردم. ترمه جان. یادگاریم ازت. سمیرا و فریدون. کجا؟ چقدر با مشتری بحث می‌کنی؟ تابلو رو دستمون می‌مونه ها. سلام. ترمه جان. تبریک میگم. ممنون خوش آمدید. سمیرا جون دو تا از کاراتو پسندیده. فقط باید به شخص خوب بدی. قابلی نداره. شما هر چقدر دوست داشتی حساب کن. خیلی هم خوب. دیدین گفتم. شما نگران پولش نباشید. این 80 چقدر شد؟ شد 184,000 تومان. واقعا من خودم فهمیدم که پولش رو بشم. خیلی خب مزه پرکنی بسته بقیهش. بقیه نداره متاسفانه. خیلی شوخی بیمزه‌ای بود. مشتری داشت تابلوی منو می‌خرید. خودتون که شاهد بودین. واقعا تعجب می‌کنم از این رفتارتون. تو چرا عصبانی میشی؟ تو نه و شما. ببین من می‌دونم این تابلو از اینجا نمیرم. بقیه‌شو چک میدم. من چک شما رو قبول ندارم. هنرمندی شما این چه طرز برخورده؟ من چک رو قبول دارم. بنویس. بازم به شما سفارش ما رو به این نقاش اخمو بفرمایید. تولدتون مبارک حضرت والا. عجب امروز تولدم به خودم خبر ندارم. مگه چندم امروز؟ 30 خرداد 1300 و بقیهش دیگه مهم نیست. اصلا یادم نبود. شمها را به یک فوت مفتخر میفرمایید حضرت والا؟ فوت کنم واقعا؟ شمها منتظرند سرور من. تبریک میگم. مرسی. اگه بتونی کاتگوری امشب رو بگی کادوتو میگیری، وگرنه از کادو خبری نیست. البته پیشاپیش برات متاسفم چون عمرن نمیتونی بگی. بسیار خوب خواهیم دید. اگه حیوان بود؟ هدهد. نه 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 بلبل. اگه میوه بود؟ انگور. اگه خوردنی بود؟ نبات. نبات. اگه رنگ بود؟ آبی. آبی آسمانی کمرنگ. اگه پوشش بود لباس؟ شال. شایدم ردا. حافظ. خیلی بد جنسی. بده من کوچولو. فکر نکن خیلی باهوشی. من خوب جواب دادم. گفتم نبات یاد شاخه نبات افتادی. نه نخره. نترس اصله. برای چی این کارو کردی؟
این ساعت حداقل 4 میلیون قیمتشه. وای تو رو خدا چرتکتو در نیار. تو چرا متوجه نیستی؟ همین کاری که برام کردی یه دنیا ارزش داره. کادو یعنی یه شاخه گل. نه اینکه بری 4 میلیون پول یه ساعت بدی. اگه اینا رو میگی که هرسمو در بیاری کاملا موفق شدی. بعدش هم تو سر مال نزن چون 6.5 میلیون پولشو دادم. 6.5 میلیون بهت گرون داده، میری پسش میدی. من این کارو نمیکنم. میکنی. من به تو یاد میدم یه جوجه فروشنده نباید کلاه به این گشادی سر تو بذاره. بالاخره یه روز یه جایی باید بفهمی زندگی یعنی چی. اون چیزی که میخوای به من یاد بدی اسمش زندگی نیست، ریاضیه. تو دیگه چیزی نگو، نمیخوام بشنوم. امشب میخوام پوز مرجانو بزنم. مطمئنم تو عمر همچه قرمه سبزی نخوردی. به یه شرط، شامو که خوردیم برمیگردی خونه. قطعاً. نه خدا رو شکر معلومه حالت خوبه الان. آره ولی یه شب میایی میبینی تموم کردم. اون وقت میایی سر قبرم زار بزنی. مامان تو رو خدا یکم حرفای خوب خوب بزن. دلم میخواد ولی تو نمیذاری. دک و پوز و پول پله این بابا تو رو از من دور کرده. چرا همتون انقدر پولش رو تو سر من میزنید؟ من حق ندارم یکی رو دوست داشته باشم؟ من مطمئنم اون تو رو نمیگیره. خب نگیره. به درک. به درک؟ آخه عزیزم براش میشه یه عروسک، باهات بازی میکنه، بعدم میندازتت کنار مثل زن سابقش. مادر من، تو که نه والا رو دیدی نه زنشو، هیچی هم ازش نمیدونی، چرا همینجوری یه چیزی میگی؟ مادر جون، این حرفیه که همه مادرها به دختراشون میزنه. همه دختران گوش نمیدن، یکیش هم من. ولی تو قرار بود با بقیه فرق داشته باشی. فرق من با بقیه اینه که تا دستم نسوزه نمیفهمم آتیش یعنی چی، تا سرم به سنگ نخوره نمیفهمم معنی سرشکستگی چیه. نه نه اگه میشه اینو لطفا نپیچین توی روزنامه، میخوام تا خونه به همه نشونش بدم. اینقدر برای جذابه؟ خب این تابلو چجوری بگم، زشترین تابلوی اون نمایشگاه بود، خریدم دست کسی نیفته. خیلی لطف کردین، اصلا حواسم نبود. آبرومو خریدین واقعا. خواهش دارم. دیگه یه نیم ساعت از وقتتون با یه فنجون قهوه تو همین کافی شاپ بغلی لطفاً. حرفا دارم. نه نامزد دارم یک، عاشقشم دو، هیچ حرفی هم برای گفتن با شما ندارم. باشه شما حرف نزن، منم زود جمع و جورش میکنم. یه فنجون چای سبز 10 دقیقه. نه یه لیوان آب معدنی خنک 3 دقیقه. حرفم نمیزنم، نگات میکنم. نه اگه خواهش کنم بیفایده است. التماس کنم چی؟ به حرمت شناختتون از رنگ و هنر و نقاشی تا اینجای اصرارتون و مزاحمت طلبی نمی کنم. اما اگر بیشتر از این اصرار کنیم مجبور میشم زنگ بزنم به یه جایی. ای بابا برای چی آخه چشم؟ اینم چای سبز با لیمو ویژه مشتری های خوش حساب. بفرمایید. از روی ادب دستتون رو رد نمی کنم، اما چون اجازه موندن ندارم تو راه می خورم. این فنجون یادگاری میمونه. اینقدر از والا مطمئنی که این باقلوا رو میپرونی؟ ببخشید من این ساعت رو نمیتونم پس بگیرم. شناسنامه ساعت رو تو اینترنت پر کردم، گارانتیش هم از طرف شرکت صادر شده. ببین آقای محترم، وقتی آدم نمایندگی یه برند داره، کمترین سرویسش به مشتری اینه که به قیمت بین المللی محصول پایبند باشه. من کار خلاف قانون نکردم. نرخ روی محصول بوده، خانمم پذیرفتن. خریدار باید به وسعش نگاه کنه، بعد تصمیم بگیره.
اگر همین الان همه پول این خانم رو بهشون برگردوندی و ازشون عذرخواهی کردی که هیچ، اگر نه هم در فروشگاهتو میبندم، همکاری میکنم همه پولایی که اینجوری از دست مردم گرفتی دو دستی تقدیمشون کنی. یه ساعت ارزش این همه دعوا نداره که من موقع فروشم به خانم عرض کردم خیلی گرونه، برای همینم هم اصلا چه کارو نبردم بانک. ملاحظه بفرمایید، این چک 4 میلیونی که دادید، این چک 1 میلیونی که مال 20 روز آینده است، اینم 1.5 میلیون پول نقدی که دادم. دفعه بعدم که میخواین بیاین خرید، لطفا اول با ولیتون هماهنگ کنید که آدم اینجور تو دردسر نیفته. شازده، ایشون ولی من نیست، عشقمه. کسی که دوستش دارم و میخواستم سورپرایزش کنم، اما ایشون عادت به این کار ندارن چون میخوان همه چیز تحت کنترلشون باشه. ایشون کلن از هر چیز غیر منتظره و غیر معمول و کلن غیر میلشون خوف دارن. الانم که اینجان به خاطر پول نیست، دلیل دیگه ای داره. چیزی رو از قلم ننداختم حضرت والا. خدا رو شکر به خیر گذشت. اون کلا سر من نذاشت. تو دوست نداشتی که من ساعت گرون برات بخرم، دستت نمی کردی، مینداختیش دور. هر بلایی سرش می آوردی بهتر از این بود که پسش بدی. تو مگه چقدر درآمد داری که چند میلیون خرج کنی؟ اونم واسه من که اصلا نیازی به ساعت ندارم. اون ساعت نبود، هدیه بود، دوست داشتن بود، عشق بود، خیلی چیزا بود. قبلا به هم گفته بودی، نشون داده بودی، منم فهمیده بودم. تردید دارم. ببین ترمه، من فقط میخواستم از تو حمایت کنم. با چرتکه نمیشه از کسی حمایت کرد. چرتکه نه، عقل. من از این عقل میترسم. منم از این همه احساسات میترسم. یه خورده بزرگ شو، یه خورده عاقل شو، یه خورده آدم شو. دیگه چی باید بشم؟ یه دفعه همشو بگو خلاصم کن. من باید بتونم به تو تکیه کنم، باید روت حساب کنم. نه، نمیتونم. نمیتونی چون نمیخوای، چون از سکه کردن میترسی، چون اون قلب سنگین جلو احساساتو سد کرده. یه بار رهاش کردم، سد و شکوندم، گند زدم به زندگیم رفت. منم مرجان بود. اون زندگی تموم شد والا، مرد. انقدر منو با اون مقایسه نکن. تو هم مثل اون دمدمی هستی، بی فکری، مثل خیلی از زنهای دیگه. نگه تو پیادشم، گفتم نگه، تو ذهنت مسمومه. ببین باز گذاشتی راحت عصبانی شی. میگم نگه دار، ببنده رو. خدا ترمه، گفتم نگه دار. ترمه بابا دیوانه. خانم کجا با این عجله و عصبانیت؟ قدتون ندونست؟ گم شو خرمگس بد بود. اگه بخوای خرمگست هم میشم، بریم یه خورده با هم وزوز کنی. ماشین قصی خریدی این دخیزی رفت دنباله چی میگردی تو خیابون؟ شوهر؟ از شما بعیده این ادبیا. مشکلی پیش اومده؟ فکر نکنم. چطور مگه؟ چرا پیش اومده؟ تو متوجه نیستی. مثلا چی؟ شیشه عقب ماشینت خورد شده. من که چیزی نمی‌بینم. یه بار دیگه با دقت نگاه کن تا ببینی. برو بابا دلت خوشه. چیکار کردی عوضی؟ داشتیم تو باشیم ادبیاتت هم درست کن، مخصوصا وقتی با یه خانم صحبت میکنی. یقم رو برکن دیوونه. آره خوب فهمیدی من دیوونم، قیافم نشون نمیده، اما دکتره ازم قطع امید کردم. بیا این هم خسارت ماشینه. یلا بزنم چک باشیم بابا. عرضتون قاطی داری روانی ها.
حالت خوبه؟ خیلی. چیا دیدم من امروز؟ اگه نازی اینجا بود چاخ در می آورد. یقینه، به خصوص وقتی مثل دیوونه ها در وا کردی میخواست خودت بندازی پایین وسط اتوبان. آره من دیوونم. تو دیوونم کردی. من داشتم زندگیمو میکردم، تو اومدی تعادل همه چی رو ریختی به هم، هواییم کردی. این کار رو تو با من کردی، همه زندگیم ریخته به هم. میخوام یه چیزی بگم، خوب گوش کن، حرفامم قطع نکن لطفا، چون دیگه هیچ وقت تکرار نمیکنه. تو قراره برای سارا مادری کنی، اما بی پرده بگم، خودت هنوز به مراقبت احتیاج داری. ببین ترمه، تو میتونی با کسی ازدواج کنی که مناسب تو و روحیاتت باشه، بچه هم نداشته باشه. منم قول میدم مثل یه دوست ازت حمایت کنم، برای عروسیتم از هیچی دریغ ندارم، قول میدم، فقط به یه شرط، دوستت داشته باشه، لااقل هنوز من. اگه قراره کنار چرخه‌ی مادرم بترشم بپوسم، با کسی ازدواج نمی‌کنم، یا تو یا هیچ کس. بیا بخور. گل گاف زبون، حالتو جا میاره. مزاحم نیستم؟ نه بیا تو. سلام. میفهمی نام زد یعنی چی؟ میفهمی وقتی میگم یکی رو دوست دارم یعنی چی؟ میفهمی وقتی حتی دارم باهات حرف میزنم احساس گناه میکنم، فکر میکنم دارم بهش خیانت میکنم؟ اصلا اینا رو میفهمی؟ آره، واسه همین هاست که گیرت افتادم. نه دیگه نمیفهمی. تابلوتو گرفتی، پولشم دادی، دیگه چی میخوای؟ هیچی، پول آوردم چکو پس بگیرم که فردا میری بانک، تو زحمت نیفتی. همین، بعدش هم تابلو امضا نداره، امضای تو رو میخوام. متاسفانه چکو خوابوندیم به حساب. عیب نداره، فردا میام با هم بریم بانک. اینه پس، داستان ادامه داره. راه فرار نیست، چشات واسه من آشناست، حالم خوب میکنه. پس بذار یه کاری کنم حالت بهتر شه. اون تابلو رو بگیر بالا. میخوای امضاش کنی؟ آره، یه امضای اختصاصی. ممنون. تابلوی فروشی نداریم، مشتری مزاحمم نمیخوایم. پولشو بده بره. چیکار کردی؟ میخوای بزنی؟ میخوای پاره کنی؟ بیا این سینه من بزن. این خیلی برام ارزش داشت. این که مسئله نیست، میتونم تعمیرش کنم، مثل اول برات درش بیارم. دست بهش نزن. جرواجرشو بیشتر دوست دارم. یادم میندازی با هم چیکار کردی. تو خیال میکنی کی هستی؟ کجا وایستادی؟ من فکر کردم تو از جنس خودمی، حسی و قلب. تو نقش میزنی، من عکس میگیرم. فکرم اینه، همین میتونم دوست داشته باشم.
دیگه نمیخوام با هم جایی بیای. تو میز رزرو کرده بودی؟ دفعه قبلم رزرو کرده بودم. اگه 100 بار دیگه هم نمیمدی این کارو میکردم. من عاشق عطر روزم. میدونم. میدونی؟ از کجا؟ از اونجا که توی قفسه آتلیه‌ات یه اسپری خوشبو کننده هواشو داشتی. از اونجا که من بوی روز حتی تو تابلوات حس میکنم. متشکرم از شما. اینو دیگه میدونم از کجا میدونستی. بفهمم. بله خودم میدونم. متشکرم. یه چیز دیگه. از اولین چایی که خوردیم نگرش داشتم. همیشه هم باید. ببین. تو آدم صاف و صادقی هستی. اما من به تو دروغ نگفتم. واقعا نامزد دارم. دوستشم دارم. ما قرار خب من اصلا نمیخوام بقیهشو بشنوم. من پوستم کنده شد تا تونستم نیم ساعت از تو وقت بگیرم. بعدشم قرار بود من حرف بزنم نه تو. اوکی گوش میکنم. بگو. من زیاد نمیشناسمت. اما وقتی نیستی یه جوریه که انگار هستی. وقتی هستی اون که اصلا انگار هیچ کس نیست. فقط تویی. فقط خودت. خب این یعنی چی؟ میتونه یه جور توهم باشه. و خیال راست دروغ هرچی باشه من نمیخوام تو رو از دست بدم. چای تو بخور. از همه مانعی نداره. باز میخوام آقای مهندس. خانم شیبانی اومدن. میخوان شما رو ببینن. خیلی وقت منتظرن. خب بگم بیا تو. بله چشم. بله بله. نه خوبه. فقط از ریپورت های دریافتی حتما پرینت بگیر من چک کنم. مرسی. سلام آقای رادمانش. من شیبانی هستم. مادر ترمه. بله. سلام بفرمه. بفرمه. خوش آمدین. با همین ریخت و لباس، با همین دک و پوز، با همین دفتر و دستک چشماشو کور کردی. میتونیم یکم صمیمانه‌تر شروع کنیم. این ادبیات، اینجور حرف زدن ما رو به جای خوبی نمیرسونه. من جوری دیگه نمیتونم با شما حرف بزنم. دختر احمق من عاشق تو شده. اگر به نظرتون این حماقت میاد باید بگم متاسفانه منم همونقدر احمقم. انگار عشق برات یه عادته، یه تفریح. شما عاشق زن سابقت هم بودی؟ بله دقیقاً. حالا شما از این نگرانید که ترمه شبیه زن سابق منه یا من شبیه همسر سابق شما؟ همسر سابق من؟ شما چقدر راجبش میدونی؟ خیلی کم، خیلی کم. همونقدر که شما راجب زن سابق من میدونی. شنیدم شما یه دختر دارین. پس میتونی خودتونو بذارین جای من. گرچه من و شما زمین تا آسمون با هم فرق داریم. من ترمه رو با سوزن زدن و بیداری، بدبختی و نداری بزرگ کردم. نمیذارم ازم بگیریش. امیدوارم از پسش بر بیای. خدا کنه زورت بهش برسه. من هر کاری که میتونستم کردم تا از زندگی مره بیرون. اما نرفت. نشد. داری دروغ میگه. من همسال تو رو خوب میشناسم. تو اونو میخوای. ولی تا که دختر بیچاره من چقدر شانس داره که تو خونه تو بمونه. پا تو از زندگیش بکش بیرون.
اگه غذا بود چی بود؟ کشکه بادم جون. اگه ظرف بود چی بود؟ پیرکس. اگه گل بود چی بود؟ روز. اگه... سلام. آها، پس ایشونه. بی خود نیست هوایی شدی؟ من فقط یکم غذا برای آقای رادمنش آوردم. گارسونی؟ آشپزی؟ چی کاره ای تو دختر؟ نکنه برای رستوران سر خیابون کار میکنی ها؟ همه اینا بهت میخوره. موندم کلید اینجا را از کجا آوردی؟ خود والا به هم داد. چرا به ایشون نمیگی؟ خونسرد باش. چیز نگو. جالب شد. تا همین یکی دو ثانیه پیش آقای رادمنش بود. چه زود شد والا. بذار من برم. نباش. باش غذایی رو که آوردی سرو کن. من دارم میرم. البته خیلی وقته که رفتم. پاشو ماما. پاشو بریم عزیزم. پاشو. بذار ببینم. تو همونی نیستی که اون روز دفتر والا بودی؟ آره؟ تازه دارم میفهمم. بذرا تو همون موقع کاشته بودی. میدونستی الان میوه میده. تا الان شرایط روحیت مناسب نیست. دلیلی نمیبینم به جواب بدم. اون روز تو دفتر منو متهم کردی به خیانت. اما خودت قبل طلاق یکی رو تو دفتر نشونده بودی. شرم‌آوره. دنبال چی میگردی مرجان؟ یه پارچه آب سرد که بریزی روی وجدانت. داری میسوزی؟ آره، دارم میسوزم. از اینکه یک عمر نقش آدم حسابیا رو بازی کردی و یک جوری بازی کردی انگار آدم بدی داستان منم. خوب شد اومدم. دیدن رسوایت خیلی داره بهم کیف میده. خانم، اون روز بار اولی بود که من والا رو میدیدم. ماشینم کنار خیابون خراب شده بود. به هم کمک کرد. همین. بعد یهو بوی کباب خورد به دماغت. آره؟ فکر کردی خبریه؟ اشتباه اومدی دختر. دلم برات میسوزه. تو تازه سر خطی اما من تا تهش رفتم. هیچی نبود. دنبال چی میگشتی که نبود؟ حالا پیداش کردی؟ نیازی به داد؟ مرد دلخواهت چند ماه تونست تو رو تحمل کنه؟ جلوی این دختر که معلوم نیست کیه و چی کار است با من اینطوری حرف نزن. چرا بهش نمیگی من کیم؟ چه کارم؟ چرا بهش نمیگی من نامزدتم؟ چرا؟ آروم باش درمه. بده من برو بشین. آره برو بشین. برو بشین والا میز شما بچینه. مامان! چیزی نیست مامان. چیزی نیست. ارمه آمده بودم بمونم اما انگار خیلی دیر شده. ترمه چی شده؟ هر وقت دلم میگیره میام اینجا. از این بالا که نگاه میکنم میبینم چقدر دنیا کوچیکه. چقدر آدم ها کوچیکه. چقدر وقتی کوچیکه قشنگه.
بعد آقا انگار این آسمون رو تکوندن، این ستاره اضافی ها شیخ داری تمتر دون 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 شهر. بله کجایی تو؟ چه فرقی میکنه؟ جواب منو بده، اومدم دنبالت نیدمت. بهتره یه مدتی منو نبینی. الان حالت خوبه؟ نه، باید فکر کنم به خیلی چیزا، به خودم، به تو. تو یه هفته به من زنگ نزن، دارم میرم کیش، میخوام خودم رو پیدا کنم. فکر خوبیه، تا یه هفته هیچ کدوم به هم زنگ نمیزنیم. خوب کاری کردی خاموشش کردی، از اولش هم نباید جواب میدادی. چرا؟ حالا تو گرفت آخه. تو بچه کجایی؟ پایین. پایین کجا؟ پایین همه جا. همه بچگیم پایین ترین جا مال من بود، اما من به جام قانه نبودم. من مثل سگ جون کندم، کار کردم، من خیلی سختی کشیدم. از اول بچگیم خرج خودم و خانوادم رو دادم. منم مثل تو، منطقه مادرم جون کند، کار کرد تا من بتونم درس بخونم، برم دانشگاه، بشم چیزی که دوست داشتم. پس ما جفته همین. این خرپوله زیادی شک نکن. خرپول نه و پول دار. پول دار. هنوزم مایی وجود نداره، حتی من و تویی هم وجود نداره. موبایلم خاموش میمونه، بهم زنگ نزن، سعیم نکن پیدام کنی. گفتی یه هفته دیگه نه؟ نمیدونم، فقط اینو میدونم که میخوام تنها باشم، تنهای تنها. دارن کسی منتظر ما نیست. خب دیگه اگه آدم بودی اخلاق داشتی الان جایی که چشم به راهه. آره عجب شانسی داری تو دختر، تو بهش گفتی امروز پرواز داریم. آره بابا من چه میدونستم پامیشه میاد اینجا مردک دیوانه. اگر تو طول روز فقط 10 دقیقه اون دهان زیباتون رو بسته نگه دارین از این اتفاقا نمیفته. عید میدونم. سلام. سلام پرواز خوب بود؟ خوب خیلی. بگردی تقیل داشتیم؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ منم نمایشگاه ببینم. شنیدم نوه رامراد نمایشگاه داره اینجا. خود این یه اتومبیلشی که اجاره بیرون منتظرتون. خدایا اینو چی کارش کنم حالا؟ برو خرشانس برو. روبروتونم دار و درخت و بعد چطوره؟ انگار اصلا تو فکر هتل نبودی. تو کی میخوای منو باور کنی؟ هتلم هست، فقط اون گلی که تو دوست داری تو اتاقش نیست. حتم دارم اینجا رو میپسندی. آخه تو از کجا انقدر مطمئنی؟ خب از اونجایی که خودم هم اینجا رو با هیچ جای دنیا عوض نمی کنم.
فقط شبا در اتو قفل کنین، خیالتون هم راحت، جز شما هیچ کس کلید اینجا رو نداره. همه چی هم براتون خریدم، شیر، ماست، آب معدنی، سوسیس، کره، پنیر، قاقالیلی، هر چی بخواین هست. اون برای حالا داشته باش. اسمونیدی تموم نشده که. دیویدی فیلم، سی دی موسیقی، ایرونی، فرنگی، این برای آبی، اون برای آبی، رو آبی، زیر آبی. امر دیگه نیست؟ از اولش هم نبود. ده جای تشکرته؟ آقا من یکی بابت همه چی ممنونم. قابل نداره. شما کجا میخوابی اون وقت؟ من که خب بیرون از اینجا، همین ویلا بغلی. دیگه؟ یه سوال ازت دارم، جواب سرراست و صادقانه میخوام. حتما. من برم این نخستیه هایی که ریخته جمع کنم، برمیگردم. برای چی اومدی کیش؟ نمایشگاه دارم. جدی نمیگی؟ چرا؟ منتها نمایشگاه من فقط یه بازدید کننده داره. گلابودونم منم. فکر کن جز تو کسی دیگه برای من اهمیت داشته باشه. سیاوش یه دقیقه، یه دقیقه گوش کن ببین چی میگم. ببین دنیای ما با هم فرق داره، ما دو تا هیچ ربطی به هم نداریم. به خدا داری وقت تو تلف میکنی. خوشحاله وقتی نگران وقتهای تلف شده یه منی، یعنی اینکه برات مهمه. شبانم موبایلم گوشتم کنار تلفن، کار داشتی زنگ بزن. کاش یکی هم خاطرخواه ما میشد، پنت‌هاوس اینجا رو اسمو میخرید. شما لب تر بفرمایید خانم، این حرفا چیه؟ آره شما که پنت‌هاوس میخرید چرا شب تو ماشین میخوابید؟ باشه میسون. خب نظرت چیه؟ در مورد چی؟ باقلوا. پسر خوبیه، به نظر صاف و ساده میاد و خیلی هم عاشق. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم این کاپوچینو برای شما. متشکرم. شما منم با این خربوش خانم میخوام با هم آپورتقال بخورم. اینجا که گارسون هست، شما چرا؟ دهناتون رو گذاشتم یکم پشت سرم حرف بزن. بابا تو دیگه کی هستی؟ سیاوش خدابنده، سال 18355، بچه تهرون، بهمن ماه. کد ملی من بگم؟ اگه حیوان بود سنجا. اگه وسیله نقلیه بود. وسیله نقلی دوچرخه. اگه غذا بود. غذا؟ کوکو. کوکو؟ کوکوی خالی؟ الان یه کم هم مثلا سبزی پلو هم داره. جالب شد. اگه میوه بود؟ اگه میوه بود لابد گیلاس.
نه گلاس نواستم بس فکر کنم چیزی به ذهنم نمیرسه. نمیخوای بری بخوابی؟ فردا کلی کار داریم ها. بازم افتاب غروب کرد و شب اومد به جون خستم بازم تب اومد بازم از ناله خونین قلبم خدایا بانگ یارب یارب اومد شب اومد باز شب اومد باز شب اومد به جون خست. چرا قطعش کردی؟ هوا تاره چراغم سوت و کوره تنم داره می سوزه مثل کوره خدایا یار من کی بر می گرده آخه این از داری چی کار میکنی با خودت؟ با من؟ این حالم رو دوست دارم. اگه ازت خواهش کنم، اگه التماست کنم، از زندگی من میری بیرون؟ نه. یه چیزی داره تو من شکل میگیره، چیزی که همیشه ازش میترسیدم. چی؟ والا منتظر منه. اجازه دادم بیای تو خلوتم ولی نمیذارم شبم خراب کنی. برو بخواب. چرا نمیخوای با واقعیت روبرو بشی؟ واقعیت توی، رویا توی، هیچ چیز دیگه هم وجود نداره. اگرم داشته باشی اهمیت نداره. اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ انتخاب. ببین اگه همه دنیا تو رو بخوان من حالشون رو میفهمم. من میفهمم، اما آخرش باید انتخاب کنی. نمیدونم انتخاب آخرت کیه، کجاست. انتخابتم دوست دارم، حتی اگه تو نباشی؟ حتی اگه من نباشم. روزای اول که با حرف میزدم احساس گناه میکردم، اما الان اصلا این حس رو ندارم.
حتی اگه همه حرفات دروغ باشه. من بهت دروغ نگفتم. مطمئنی؟ آره خب. اگه بهت ثابت کنم؟ هر کاری بگی میکنم. هر کاری. قول میدی؟ قول. گفتی اینجا نمایشگاه داری. کو؟ کجاست؟ پس میخوای نمایشگاهمو ببینی؟ همین الان. چه سلیقه ای، چه حوصله ای. فرمه بردی کجایی؟ اینجا تو نمایشگاه. تو نمایشگاه اختصاصی. کجایی تو دختر؟ تلفن. وای اینا همش تویی؟ کیه؟ والا الان برمیگردم. راحت باش. پس من چی؟ ما هم انگار بودیم. بدون من اونجا بهت خوش میگذره؟ متاسفانه آره. چرا متاسفانه؟ آخه هیچ وقت فکر نمیکردم یه روز برسه بدون تو باشم و به هم خوش بگذره. پروازت ساعت چنده؟ صبح زوده. فکر کنم 8:30 برسیم. میام فرودگاه دنبالت. نه نه نمیخواد. برای چی؟ مثل که یادت رفته. قرار بود یه هفته هم میگه رو نبینیم. ساعت 12:10 است کوچولو. 10 دقیقه هم از یه هفته همون گذشته. واسه همین بهت زنگ زدم. تو حالت خوبه؟ آره. صبح فرودگاه میبینمت. که بهت گفتم این بازی رو شروع نکن. بی محلی کردم، التماست کردم. یه چیزی بگو. میدونی چه حسی دارم؟ ازت میخوام این لحظه یه جور دیگه یادت بمونه. بذارش گوشه دلت. بدون به همون خدایی که بیشتر از همیشه بهش نزدیکم، این حقیقت. هر اتفاقی که برات بیفته، هر اتفاقی بفهمه. تو زنگی به هرچی که شک کردی بفهمه. به این لحظه شکر کن. میخوام یه خواهشی ازت بکنم. بالا میاد فرودگاه دنبالم. بفهمه. اونجا که رسیدیم با فاصله از من بیا. اینی غریبه. سلام. به چه مسافرهای آفتاب سوخته ای؟ ببینم که بارتون هم سبکه. تابلوها رو فروختین و کیفا پرو فول دیدن ها؟ میبینم که با چرکه اومدی از دفعه. خیلی گلم اومد.
مظلوم شدی؟ ساکتی؟ چی بگم؟ تعریف کن چه خبر؟ چی کارا کردیم؟ اتفاق خاصی نیفتاد که قابل تعریف کردن باشه. مثل همه نمایشگاه ها بود. بعدش الان خیلی خستم. فکر کنم هوا به هوا شدی. تو تعریف کن چه خبر؟ مرجان خانم پوستتون رو نکندن؟ دیگه دلم نمیخواد راجع بهش صحبت کنم. هر چی بود تموم شد. تاوانش هم دادم. دولا پهنا. سارا چی شد؟ میشه تو میمونه یا اون؟ میخواد سارا رو با خودش ببره. اما من قطعا نمیذارم. دلم نمیخواد وقتی بزرگ شد مثل مادرشه. ترجیح میدم شبیه تو باشه. شبیه من؟ خبر خوب دارم برای. اینم سویچش. چطور متوجه نشدی؟ تو حیاته؟ من فکر کردم مال همسایه بالاییتونه. کی این ماشین آورد؟ خودش که نیومد. یه نفر رو فرستاد. یکم هم گربه در و دستگیرش بود. خوشم نیومد. کندمش. فکر میکنید این کادو به چه مناسبتیه؟ چه میتونم؟ از خودش بپرس. از اون رستوران بیا بیرون. چی داری میگی؟ کجایی تو الان؟ همین بیرون بغل ماشین خوشگلی که کادو گرفتی. ببین نیای من میام اون تو.
اینجا آمدید چی کار؟ تا حالا با هم زیر بارون نبودیم. ببین سیاوش، من الان تو موقعیتی نیستم که بتونم با تو صحبت کنم. من یه حرفی دارم که الان وقتی گفتنشه. الان چه حرفی؟ سفر کیش برام مثل یه خواب بود، مثل یه خواب خوش. ما از کیش برگشتیم، بهتر از خواب بیدار شی. زیر این بارون نگه میشه خوابید؟ بیدارم، فکرامو کردم، تصمیممو گرفتم، میخوام باهات ازدواج کنم. به من نگاه کن، نه موقعیت اونو دارم نه پولشو، اما زورم به خودم میرسه، به خواسته هم میرسه. آره یا نه؟ جوابی ندارم الان، ندارم. فکراتو بکن بهم خبر بده. منم این دوره برام همیشه در دستم. شما دنبال چی هستی؟ از این ازدواج چی میخوای؟ آرامش، همراهی، همدلی، چیزایی که هیچ وقت نداشتم. میخوام دخترم توی محیط آروم و بدون تنش بزرگ شه. دخترتون؟ مگه قراره با شما زندگی بکنه؟ بله. مگه ترمه بهتون نگفته؟ نه، نگفتم، چون خودمم بلا تکلیفم. من هنوز تو پذیرفتن مسئولیت زناشویی تردید دارم، چه برسه به مادر شدن. یعنی چی؟ تو چه شده ترمه؟ بعد از اون همه اصرار تردید داری؟ مگه قرار نبود یه مدت فکر کنم، خودم رو پیدا کنم؟ اون مدت تموم شد، اما انگار تو خودتو گم کردی. از کیش که برگشتی آدم دیگه شدی. آقای رادمنش، مطمئنین این یه خواستگاری بازخواست نیست؟ این یه خواستگاریه خانم، این هم اسمش حلقه است. منم دور از تعارفات مرسوم یه جواب سرراست و روشن میخوام. اصلا فکر نمی کردم دخترم از همون اول ازدواج قرار مادر بچه کسی دیگه ای باشه. بذارین خلاصتون کنم، این میوه در همه خانم شیبانی، هر کس منو بخواد باید سارا رو هم بخواد. آره یا نه؟ نه.
بیا پایین. سلام. ماشینیو که برات خریدم با این گاری عوض کردی. منو داری با چی عوض میکنی؟ نمیخواستم اینجوری بشه. تو برام همون حرمت همیشه رو داری. جواب منو بده. تو چته؟ چرا دیگه نمیشناسمت؟ داشتم میمدم دفترت. میخواستم یه چیزی رو بهت برگردونم. نمیخوام عصبی بشی. چی رو میخوای بهم برگردونی؟ بذار همون جوری که خودت گفتی برای هم دوستای خوبی باقی بمونیم. فکر کنم این ماشین دیگه حق من نیست. پس میخوای منو کلن حذف کنی از زندگیت، همه چیت، خاطراتت؟ میدونی قشنگترین لحظه‌های زندگیم کی بود؟ وقتی که اون همه اصرار میکردم از زندگیم بری بیرون، اما تو نمیرفتی. ساعت‌ها با هم بحث میکردی، دلیل میآوردی، قانع میکردی که دوستم داری. منم یواش یواش باورم شد. برو بشین تو ماشین، میخوام برای آخرین بار یه گشتی با هم بزنیم. خوب چشماتو باز کن، میخوام چیزی رو ببینی به اسم واقعیت. تنده، تلخه، اما هرچی از واقعیت. بشین و خوب تماشا کن. شما دوتا هم نگر میشناسید؟ ما با هم یه قراری داشتیم، بنا بود این پسر برام یه کاری رو انجام بده. کارشو خوب انجام داد، دست موزش هم گرفت. میدونی منو چند فروختی؟ 2 میلیون. ولی میارزید. تو رو شناختم، تو هم خودتو خوب بشناس. واقعیت تو همینه.
همینجاست، طبقه دوم. خب دیگه تو برو، من کارم تموم شد بهت زنگ میزنم. تو الان حالت خوش نیست، چی میخوای بهش بگی؟ هنوز نمیدونم. منم باهات میام. نه، این یه چیزیه بین من و سیاوش، به تو ربطی نداره. بابا مردم میزنن بچه این نفر رو میکشن، طرف حلالشون میکنه، قطع که نکرده. چرا؟ منو تو خودم کشت. چی بی خبر؟ نشونی اینجا کی بهت داد؟ حتما نازی. امان دست این دختر. بیا بشین. چقدر؟ چی چقدر؟ قیمت من چقدر بود؟ خیلی دوست دارم بدونم تو چند تا قسط تونستی بگیری؟ چک آخرت چقدر بود؟ چکم؟ تو یه برده بدبختی، یه اجیر شده یه دروغگوی مواجب بگیر. از همین راه پول در میاری؟ آره؟ من نفر چندمیم، بعد از من با چند نفر دیگه قراره این کارو بکنی؟ کمه، هرچی از دهنت در میاد بهم بگو، بیشتر از اینا بهم بگو. من ترم خودم اینقدر از خودم بدم میاد که نفرت تو پیشش هیچی نیست. یعنی تمام مدتی که داشتم برای درد دل میکردم و گریه میکردم، تو داشتی به پولی فکر میکردی که قرار از اون بگیری؟ قیمت تو چقدر بود؟ عشقایی که میریختی، عکسایی که میگرفتی، واسه هر بار که میگفتی دوستت دارم چقدر بهت پول میداد؟ نه دیگه، حق نداری با اون لحظه تو این کنی، حق نداری. آره صدام زد، با هم حرف زد، ازم خواست ببینه که تو چقدر صفی، چقدر میخوایش، بهم گفت ببرش کافی شاپ باشی قراری بذار. همین من که اومدم پول بیشتری میخواستی که ادامه دادی. زخم بزن اما نکش، یه چی که آب بریز تو گلو آدم بعدن سرمو ببر. تو به من یه قولی دادی، قول دادی هر اتفاقی که افتاد به یه چیز شک نکنی، یادت که نرفته؟ حالم داره از جفتتون به هم میخوره. تا اون شبی که چراغ شهر رو با هم میدیدیم آدممون بودم، از اون شب به بعد آدم خودمم. این منم که تو رو میخوام، بابتشم هیچی نمیخوام، هرچی هم دارم میدم. اینو برو ثابت کن. چی؟ کلید خونه والا. منم والا، سیاوش. بیا تو. سلام رئیس. اینجا چیکار میکنی؟ داشتم میرفتم. این دفعه رو شانس آوردم. تو همیشه آدم خوششانسی بودی، خدا شکر نکن. چطور زنگ نزدی؟ خواستم غافلگیرت کنم. بگی بشین. خودت هم بگی بشین، زیاد وقتتو نمیگیرم. طوری شده؟ نه هنوز، فقط یه کم حرف نزده مونده. چه حرفی؟ میخوام یه دور از اول همه چی رو مرور کنیم بیایم جلو.
نکنه بازم پول میخوای؟ ما که با هم تصفیه کردیم. یه حسابی هنوز مونده. تکلیف یه چیزایی باید معلوم شه. تکلیف تو که معلومه. خودتو به در دیوار نزن، حرفتو بگو. خوشم نیومد اونجور ترمه رو پرش کردی. نشنیدم چی گفتی. ترمه؟ ترمه نه، ترمه خانم. از این به بعد ترمه خانم. ترمه همونقدر خانمه که تو آقایی. حالا این ترمه خانم چه ربطی به تو داره؟ تو این وسط چی کاره ای؟ بهتره هیچی نگی، خوب گوش کنی. نه تو گوش کن، بازی تموم شده. اگه کارت گیره، من عادت به صدقه دادن زیاد دارم، اما باج خودت خوب میدونی به هیچکی نمیدم. بده چکت رو رقمش اضافه کنم. سگ خور. سگ خوراک شغالو نمیخوره. این ادا اطفارا رو بردار ببر برای ترم خانم. اینجا جاش نیست. ادا اطفار تا حالا ندیدی. چیه؟ چی میگی؟ اومدم سراغ والا. تو دفترشم. شب خوبیه. سگ و شغال افتادن به جون هم دیگه. دارن حرفای خوب خوب میزنن. بیا تو هم گوش کن. خوبه؟ خوشم اومد. حالا عین یه پسر مؤدب و چشم و دل پاک، مثل همون روز که اومدی سراغم دنبال کار، به هم جواب بده. تو کیش چه غلطی میکردی؟ قرارمون تا کافی شاپ بود، برای چی واسی رو ادامه دادی؟ یهو هوا ورد داشت. اول به گلوت نگاه میکردی، بعد لغمتو برمیداشتی. اتفاقا لغمه من بود. تو بی خود اون دهن هرون خوره تو وا کردی. خوب گوش کن ببین چی میگم. ترمه نه لغمه منه نه لغمه تو. خونه پرش دو سال طول نمیکشه، دلتو میزنه و ولش میکنی، خودم میدونی. اگه واقعا دوستش داری، اگه جدا عاشقش، این بازی رو باش نکن. حقش نیست. تو حالت خرابه چون بازی رو باختی. تو اساسا دچار توهمی. توهم لیاقت، توهم امانت، اونم که توهم عشق. گم شو از دفتر ما بیرون. سیاوش. 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 الو، اورژانس؟ خیلی جناب سلام. بله بله، والا رادمنش.
چی شد؟ آخ پیداش کردم. اگه میوه بود پرتقال خونی بود. کاش هیچ وقت تو زندگیم نیومده بودی. یا کاش من زودتر از زندگیت میرفتم بیرون. یا کاش من از شبی میام که تو ستار سوسو نداره، از اون شبی که شب باش تو هیچ شبی او نداره. یه من درم خالی و پر که لنج و جاشو نداره، یه جاشو تو